هست و در واقع مصالحه میکنه با خیلی از مسائل و خیلی از گناه ها به خاطر اینکه رشد یا تعداد افراد کلیساها بیشتر باشن. ولی قانونمندی در داخل کلیسا مقابله با بی‌آبرویی طبق اول قرنتیان 5:1-11 مقابله با گناه به شکل حکمت و محبت غلاطیان 6:1 دوم تسالونیکیان مقابله با تنبلی 3:6-15 ما اصلا این چیزا رو تو کلیسای ایرانی نمیبینیم. یعنی من خودم تو خیلی از کلیسای ایرانی بودم این مسائل رو با این شدت و قانونمندی کلیسا ندیدم. میخوام نظر شما رو در این باب یه خورده بیشتر بدونیم. خیلی ممنون هستم. من با بخشی از فرمایشات شما کاملا موافق هستم، به خاطر اینکه کلیسای نو هست، جوان هست و باید صبر بکنیم و زمان بگذره. من در واقع کلیسای ایران رو به 4 مرحله خروج قوم از مصر در تمام مدت خدمتم تشبیه کردم. یه قومی که هویت گم کردن در چندین سده در مصر، اون هویت واقعیشون رو گم کردن و به طور ناخودآگاه حالا هر چیزی رو که فرهنگ مصر پرستش کردند، یا مجبور بوده یا غیر مجبوری بوده یا خیلی بهش رسیدگی کردن یا نه. ولی این قوم هویت گم کرده که در مصر هستند، در بیابان وقتی آزاد میشن لجام گسیخته میشن. شما اگر نگاه بکنید در واقع در شروع هر حرکتی یک لجام گسیختگی و یک بی‌برنامگی وجود داره. در انقلابات نگاه کنید، سالهای اول انقلاب در هر کشوری این مشکلات وجود داره. 40 سال قوم در واقع لجام گسیخته میشن در بیابان، این مرحله دوم هست و الان کلیسای ایران تا حدودی در این مرحله هست. و بعد قسمت سوم اینه که این قوم در جریانات دیسپلین میشن، دیسپلین رو یاد میگیرن. امالیقی باید بیان، مسائلی باید بیاد، مشکلاتی باید بیاد و بعد اینا دیسپلین رو یاد میگیرن و بعد در مرحله آخر وارد خیمه میشن. کتاب خروج با رفتن توی خیمه و در اونجا انضباط پیدا کردن و جایگاه خود رو پیدا کردن تمام میشه کتاب خروج. شما اگر اول کتاب خروج رو اون اوایل که مثلا اینا از مصر در اومدن نگاه بکنید، در واقع هر کی هر کی بود. هارون برای خودش یه ساز میزد، بعد مریم خواهر موسی یه سازی میزد، عده‌ای میگفتن آه گوشت، پیاز، چغندر، ما در مصر اینا رو داشتیم. یه عده‌ای به خاطر بهانه‌های مختلف مسئله داشتن، مطلب داشتن، اطاعت نمی‌کردن، می‌کردن. هر کسی برای خودش یک راهی داشت. اما در خاتمه وقتی نگاه میکنم که اینا در جریانات و ما داریم تو این جریانات وارد میشیم، توی جریانات دیسپلین رو یاد میگیرن، یاد میگیرن که اگه میخوان زنده بمونن با دست رهبری رو بلند نگه بدارن. حالا یکی این دستش رو میگیره، یوشع اون دستش رو میگیره، براش سنگ بگذارن. یاد میگیرن به کوه نزدیک نشن، یاد میگیرن گناه نکنن، یاد میگیرن از در واقع موسی اطاعت بکنن. و خیلی جالبه اون باب 39 به بعد اگر نگاه کنید 18-19 مرتبه داره میگه و آنطور که خدا گفت موسی همونطور کرد و مردم همون رو اطاعت کردن. و اینه که خیمه رو اگر نگاه کنید، خیمه جایگاه مشخصی داره و خیمه افراد جای خودش رو داره، هر کسی جای خودش رو پیدا میکنه، مثل سربازی میمونه. اول که وارد میشید، من وقتی وارد سربازی شدم نمیدونستیم گروبان سرهنگه، سرهنگ استواره، استوار سربرده، و همه میگفتیم جناب سربان. به سرهنگ هم میگفتیم جناب سربان، به گروبان هم میگفتیم جناب سربان، چون یاد گرفتیم تو خیابون به درجه دار بگیم جناب سربان یا غیره. اما وقتی که 4 ماه آموزشی گذشت، اون دوران ها گذشت، درجه ها رو فهمیدیم، جایگاهمون رو فهمیدیم و من فهمیدم نفر دوم گروه، سوم دسته یکم گروهان تامین و پاسداری هنگ ژاندارمری فلان جا هستم. هنوز بعد از 30 خورده ای سال نفر دوم گروه، سوم دسته یکم جامو میدونم. و این اتفاق برای کلیسای ایران خواهد افتاد و من میخوام شما رو نوید بدم که نگران دوران هویت گم کردگی یا لجام گسیختگی یا اینجور چیزا نباشید، چون
کلیسا دیسیپلین خواهد داشت و بعد هم انضباط پیدا خواهد کرد. چرا؟ چون کلیسا طرح آسمان هست و خدا به عنوان سر کلیسا میدونه، در واقع اگه مسیح ساره بوده میدونه قافله رو کجا بخوابونه. حالا خود مسیح هم مثال رو میاره، میگه که در اون مزرعه کرکاسا همراه گندم رشد خواهند کرد. الان فرصت حساد و جدا کردن این دوتا نیست، ولی زمان که برسه خود مسیح تمام این ترتیب غذایی رو خواهد داد. من میخوام فقط یه خورده، چون من فکر میکنم این مسئله خیلی کلیدی هست، میخوام نظرتون رو راجع به تو همین راستا بدونم. توی کلام خدا ما تو عبرانیان 12:1-14 میبینیم که خداست که ما رو دیسپلین میکنه، و بعد توی متا 18:15-17 میبینیم که کلیسا این وظیفه رو از طرف خدا به عهده داره. حالا سوال اینجا پیش میاد، اگر قراره کلیسا این دیسپلین رو اجرا بکنه برای این بدن مسیح، چطور افراد و اعضا و رهبران کلیسا چه وظیفه‌ای دارن در راستای اون جایی که میخواد کلیسا برسه تا بتونه کلیساشو دیسپلین کنه؟ چون ما نمیتونیم با داشتن معلمین، شبانان یا حتی خادمینی که در واقع از مطالعات، از اصول کتاب مقدسی شاید یه خورده فاصله دارن و بیشتر روی اون یاد گرفته ها و برگرفته های خودشون از سنت کلیسایی کلیسا رو بنا میکنن، کلیسا رو دیسپلین بکنن، چون که خب مسلما با پای کلام خدا نخواهد بود. من خودم به شخص کلیسای همه کلیسا رو صحبت نمی کنم، برای کلیسای امروز رو بیشتر برگرفته از سنن کلیسایی که هر کدوم از ما تو کلیسامون یاد گرفتیم و همونطور انتقال میدیم به نسل بعدی میبینم. شما رهبران، خادمین و کشیشان رو در جایگاه دیسپلین برای اینکه به این جایی برسن که بتونن کلیسا رو مطابق کلام خدا دیسپلین کنن چطور میبینین؟ افراد چه اعمال، چه راهکارهایی رو باید پیش بگیرن تا بتونن در این مقام کلیسای خداوند رو هدایت بکنن؟ خیلی ممنونم. در واقع تمام اینا برمیگرده به نوع رابطه افراد با مسیح. هر چقدر که ما در کلام خدا امین بمونیم، دیسیپلین او را میپذیریم. من از 30 سال پیش تا به حال تغییرات در کلیسا دیدم. یک زمانی که من شروع کردم دیدم که دیسیپلین خیلی شدید بود، تعلیم ها خیلی حساب شده بود، چون کم بودن، افراد محدود بودن، قابل کنترل بودن. بعد عقاید مختلف اومد و بعد بالا رفت، پایین اومد و غیره. منتها هر چقدر که افراد واقعا نزدیکتر به مسیح و کتاب مقدسی تر قدم بردارند، مطالب دیگه حل هست. باید اون عهد کلام خدا را بپذیرند و کلیسای ایران نباید بترسه از این که دیسیپلین رو طبق کلام خدا اعلام بکنه، با گناه مقابله بکنه، با ناراستی مقابله بکنه و هیچ ترسی نداشته باشه که کی میسته، کی میره، تعداد چقدر میشه، تعداد چقدر نمیشه. شما میبینید که در 3.5 سال خدمتی که عیسی مسیح میکنه، عیسی مسیح یک ذره تخفیف نمیده. به شخص ثروتمندی که میاد پیشش، خب بهش میگه که شما باید بری همه چیزو بفروشی، آقا بدی به فقرا و بعد بری من را اطاعت کنی، و این شخص برمیگرده و ترشرو میشه و میره. حالا شاید نمیدونم، اگر کلیسای امروز بود برمیگشت میگه آقا شوخی کردیم، قربونت برم، شما ساپورتتون از کلیسا نگیرید، شما حالا یه چیزی گفتیم همینجوری. منظورم همش که نبود که، نه مسیح این کارو نکرد، مسیح سرش انداخت پایین برن. و مسیح هم دنبال اون 5,000 نفر، اون 4,000 نفر نرفت. نصیحت نمیخوام بگم، بلکه تجربم رو میخوام بگم که من و همکارانم، ابتدا خودم و بعد همکارانم، دنبال تعداد، دنبال گله، دنبال اعضا نباشیم. ببینید یک فشاری هست، خادم در یک جایی ایستاده که از یه طرف مردم اون رو میکشن پایین که خدا رو زمینیش بکنن، خیلی زمینیش کنن کلام رو، و بعد از یه طرف هم خدا داره میکشه که از بالا که میخواد زمین رو خیلی الهیش کنه، آسمانیش کنه، و خادم این وسط ایستاده. و من توصیه‌ام اینه که، یا تشویقم اینه که همکاران عزیز ما در هر کجا که هستن بیشتر با خدا همکاری کنن و ضرر